نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 19 جمادی الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در این نشست در رابطه با اینکه آیا التزامی برای عمل به معاهده بین افراد وجود دارد فرمودند، دلیل محکمی در این زمینه وجود ندارد، چرا که بر اساس آیه شریفه 40 سوره یوسف تنها حکم فرمای عالم وجود خداست، لذا هر واجب و حرامی باید از سوی خدای عز و جل به ما برسد. البته هر عملی که موجب هرج و مرج بشود جایز نیست. معظم الله با اشاره به نظر برخی فقها در رابطه با معاهده درباره اموال فرمودند، در این رابطه جماعتی از فقها گفتند که دلیل وجود دارد. علامه حلی قدس سره در یکی از کتب فقهی خود این مسئله را مطرح کردند که اگر عده‌ای سوار کشتی شوند و بعد دیدن دریا طوفانی شده و کشتی سنگین است و شخصی به فردی که متاعهای سنگین دارد بگوید متاع خود را به دریا بینداز، خسارت آن با من، مرحوم علامه می فرماید اینجا این عهد به منزله عقد صحیح است و لذا باید به آن پایبند باشند، اما مسئله اجماعی نیست. ایشان در ادامه فرمودند در غیر اموال دلیلی برای وجوب عمل به معاهده وجود ندارد. مثلا اگر دو نفر معاهده کردند که تو برای من زیارت امام حسین در کربلا بخوان و من در هم در مشهد زیارت امام رضا را میخوانم، وجوب آن مسلم نیست. در حقیقت این کار یک نوع وعده است و مشهوران است که عمل به وعده مستحب و ترک آن مکروه است. آیت الله العظما شیرازی با تأکید بر این که در غیر اموال به قول و قرار بین دو نفر عقد گفته نمی شود بلکه تعبیر عهد برای آن صحیح تر است فرمودند، پایبندی بر معاهده چه در اموال و چه غیر اموال از نظر عرفی امری لازم شمرده می شود، اما در ادله شرعی فقط در عهد با خدا پایبند بودن به آن لازم است، اما در غیر از خدا دلیلی وجود ندارد. مثلا اگر کسی بگوید یا امام رضا اگر بچه من را شفا بدهد من برای شما یک سوره قرآن میخوانم، در اینجا هم دلیلی وجود ندارد و فقها در این زمینه نظری ندادند و ادله قصور دارد و کافی نیست. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. جوابش سندش رو ببینید، معلوم نیست معصوم چجوری گفتن. اگه سند معتبر باشه وقت معلومه که معصوم اینجوری گفتن، عیبی نداره. نه در عهد مشهور بین فقها اینه که اگه با غیر خدا باشه، حتی با معصومین علیه السلام معاهده اگه باشه، واجب نیست و خواهی میشه. وجوب الزام دلیل میخواد، وقت دلیل معتبر میخواد. صرف اینکه نسبت به معصوم داده شده توی روایت مرسله یا یه روایتی که سندش یه نفر مجهول یا مهمل توش هست، این ماه رمضان میتونه اینو نسبت به معصوم علیه السلام بده با زبون روزه؟ اگه نشد نمیشه.